درود بر شما بینندگان گرامی شبکه جهانی پارس. من لیلا هاشمیان هستم و در این ساعت با خبرهایی از ایران و سایر نقاط جهان در خدمت شما عزیزان خواهم بود. نخست مرور خواهیم داشت بر خلاصه ای از مهمترین خبرها. بازنشر گزارش قتل نیکا شاکرمی در ایران باعث احضار شماری از خبرنگاران شد. 80 خانواده دادخواه مناطق کردنشین ایران با اعلام همبستگی با توماج صالحی به حکم اعدام این هنرمند اعتراض کردند. فهیمه سلطانی دانشجوی بازداشتی با قرار کفالت آزاد شد. آمریکا هشدار داد که اسرائیل در صورت نقض قوانین بین‌المللی پاسخگو خواهد بود. در پی حمله طرفداران اسرائیل به اردوگاه چادری معترضان طرفدار فلسطین در دانشگاه UCLA، نیروهای پلیس وارد این دانشگاه شدند. قاضی ناظر بر محاکمه دونالد ترامپ، رئیس جمهور پیشین آمریکا را به دلیل اهانت به دادگاه $9,000 جریمه کرد. و مرجان ساتراپی برنده جایزه شاه دخت آستوریاس اسپانیا شد. توجه شما را به مشروع خبرها جلب می کنم. امروز چهارشنبه اول ماه می 2024 میلادی برابر است با 12 اردیبهشت ماه سال 1403 خورشیدی. روز جهانی کارگر اول ماه می در شرایطی در ایران فرا رسیده که شرایط وخیم معیشتی مانند دستمزدهای 3 برابر زیر خط فقر، پرداخت نشدن به موقع دستمزدها، نبود امنیت شغلی، افزایش تورم و کاهش قدرت خرید خانوارها، ده‌ها میلیون تن از کارگران و خانواده‌های آنها را تحت فشار قرار داده است. در این ارتباط، شماری از فعالان و تشکل‌های کارگری و بازنشستگان در بیانیه‌هایی به مناسبت روز جهانی کارگر اول ماه می با انتقاد از سیاست‌های ضد کارگری دولت بر لزوم اتحاد عمل، تشکل‌یابی و سازمان‌یابی کارگران و مزدبگیران برای تغییر وضعیت کانونی در ایران تاکید کردند. سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و هومه در بیانیه خود با اشاره به اینکه روز جهانی کارگر امسال در شرایطی گرامی داشته می شود که 3 عضو سندیکا رضا شهابی، داوود رضوی و حسن سعیدی و صدها کارگر و معلم و مدافعان حقوق کارگران و زحمتکشان با احکام ناعادلانه در حبس و تحت تعقیب به سر می برند، افزود سرکوب و اذیت و آزار زحمتکشان و زنان و جوانان ایران بیشتر شده است. دادستانی تهران روز چهارشنبه 12 اردیبهشت ماه از اعلام جرم علیه فعالان رسانه‌ای به دلیل انتشار مطالب کذب درباره پرونده نیکا شاکرمی خبر داد و گفت آنها را به دادسرا احضار کرده است. میزان خبرگزاری قوه قضاییه با انتشار خبر گزارش بی بی سی جهانی را جعلی، نادرست و پر اشتباه خواند و نوشت پیشتر به این پرونده رسیدگی دقیق قضایی صورت گرفته و نتایج بررسی ها نیز رسما در رسانه ها اعلام شده است. این خبرگزاری به نقل از دادستانی آن دسته از فعالان رسانه‌ای را که گزارش بی بی سی را بازنشر داده یا درباره نیکا مطلبی همدلانه منتشر کردن بر همزنندگان امنیت روانی جامعه نامید و آنها را به مواردی مانند تبلیغ علیه نظام در فضای مجازی متهم کرد. روزنامه کیهان و جام جام هم گزارش قتل نیکا را ساختگی و برای سرپوش گذاشتن بر جنگ غزه دانستند. بی بی سی جهانی در این گزارش به مدرکی بسیار محرمانه دست یافته که نشان می‌دهد نیکا شاکرمی از جانباختگان خیزش مهسا از سوی 3 نیروی امنیتی جمهوری اسلامی به نام‌های صادق منجزی، آرش کلهر و بهروز صادقی هدف تعرض جنسی قرار گرفته و به قتل رسیده است. سازمان حقوق بشری خانگاه روز سه‌شنبه 11 اردیبهشت ماه گزارش داد که دست کم 80 خانواده دادخواه کرد در جریان جنبش زن زندگی آزادی در اقدامی با ارزش و کم سابقه
از 25 شهر مناطق کردنشین ایران با انتشار بیانیه مشترک صدور حکم اعدام برای توماج صالحی را محکوم و آن را ناعادلانه و بر ضد ابتدایی ترین اصول حقوق بشری دانستند. خانواده‌های دادخواه بیانیه خود را به نام زن زندگی آزادی و با عبارت بشکند قلمی که ننویسد بر سر این مردم چه رفت از توماج صالحی آغاز کردند. خانواده‌های دادخواه کرد تاکید کردند کمتر هنرمندی را می‌شناسیم که همچون توماج با صدای رسا و بلند دهه‌ها ظلم و ستم سیستماتیک به کردستان را فریاد زده باشد و از زبان مادری تا اعدام زندانیان سیاسی کرد این چنین حساسیت ویژه‌ای نشان داده باشد و بدون هیچ ابایی همراه درد و ستم به کردستان باشد. خانواده‌های دادخواه کرد در ادامه بیانیه خود گفتند تلاش برای آزادی توماش تلاش برای آزادی یک فرد نیست، تلاش برای سعادت یک جامعه است. توماج صالحی توسط دادگاه انقلاب اصفهان با اتهاماتی چون معاونت در بغی، اجتماع و تبانی، تبلیغ علیه نظام و دعوت به آشوب به اعدام محکوم شد. دیوید کامرون وزیر خارجه بریتانیا روز سه‌شنبه 11 اردیبهشت ماه اعلام کرد که افزودن نام سپاه پاسداران به فهرست سازمان‌های تروریستی به نفع این کشور نیست. کامرون در نشست یک کمیته پارلمان بریتانیا تاکید کرد که کشورش تاکنون گام‌های کافی برای اعمال فشار بر جمهوری اسلامی برداشته و تروریستی اعلام کردن سپاه پاسداران می‌تواند به قطع روابط دیپلماتیک با ایران منجر شود. وزیر امور خارجه در پاسخ به پرسش نمایندگان گفت که تمام کارهایی را که باید انجام بدهیم این است که بر ایران فشار بیاوریم و مطمئن شویم جایی که آنها غیر قانونی عمل می‌کنند می‌توانیم علیه آنها دست به اقدام بزنیم، چون این روی کردی در نظام تحریمی ما در نظر گرفته شده که می‌توانیم آن را تقویت کنیم. دیوید کامرون تصریح کرد ما سپاه را به طور کامل تحریم کرده ایم. وقتی از پلیس، سرویس‌های اطلاعاتی و دیگران می‌پرسیم که آیا برای مقابله با اقدامات غیر قابل قبول این افراد تروریستی اعلام کردن سپاه را ضروری می‌دانند، پاسخ آنها منفی است. وزیر خارجه بریتانیا در ادامه اضافه کرد به صراحت بگویم که در مورد تروریستی اعلام کردن سپاه یک نکته منفی وجود دارد و آن این است که این چنین اقدامی به روابط دیپلماتیک ما پایان می‌دهد، روابطی که همین حالا هم نسبتاً محدود است. قرارداد شهرداری تهران با یک شرکت مهندسی و عمرانی در چین با ادعای واردات اتوبوس، ون، تاکسی و موتورسیکلت برقی با اتهام زنی های پیاپی علیرضا زاکانی به منتقدان و مخالفان ادامه دارد. شهردار تهران روز چهارشنبه 12 اردیبهشت ماه منتقدان قرارداد مبهم با شرکت چینی را به شلوغکاری و رفتار غیر انسانی متهم کرد و گفت عده‌ای علاقه دارند یک عده خاص در این کشور سود کرده و عموم مردم ضرر کنند. علیرضا زاکانی با همین ادعای سود رساندن به مردم تا یه سال گذشته به همراه تیمی از همکارانش در شهرداری دو بار به چین سفر کرد و 15 قرارداد با چینی ها امضا کرد. شهردار تهران که در انتخابات ریاست جمهوری دوره 13 به عنوان نامزد پوششی شرکت کرد و به نفع ابراهیم رئیسی کنار کشید، بعد از بازگشت از چین در یک برنامه تلویزیونی اذعان کرد که قراردادهای شهرداری با چینی ها در دو بخش محیط زیست و حمل و نقل عمومی بخش زیادی از امور مربوط به شهر تهران را در بر می گیرند. زاکانی همچنین گفت که در سفر به چین قرارداد ساخت 791 واگن مترو را با این کشور امضا کرده است. وی از احداث خطوط 8 و 11 مترو با همکاری چینی ها نیز خبر داد و افزود که با این کشور برای خرید 1000 دستگاه اتوبوس تک کابین برقی، 1000 دستگاه اتوبوس دو کابین گازسوز، 10000 تاکسی برقی، 10000 ون برقی و 100000 موتورسیکلت برقی تفاهم کرده است. شهردار تهران و معاونانش در ماه‌های گذشته از ارائه اطلاعات دقیق درباره شرکت‌های چینی که با آنها قرارداد بسته‌اند خودداری کردند و طی مدت هم هیچ یک از وسایل حمل و نقل عمومی که مدیران شهرداری وعده داده بودند به تهران نیامدند. فهیمه سلطانی دانشجوی رشته حقوق دانشگاه اصفهان بعد از چند ماه بازداشت روز دوشنبه 10 اردیبهشت ماه با قرار کفالت از زندان دستگرد اصفهان آزاد شد.
فهیمه سلطانی که پیشتر هم به دلیل حضور در اعتراضات سراسری سال 1401 و جنبش زن زندگی آزادی بازداشت و به 2 ترم محرومیت از تحصیل محکوم شده بود، در تاریخ 18 فروردین ماه امسال هم بار دیگر توسط اطلاعات سپاه پاسداران اصفهان احضار و سپس بازداشت شد. با وجود پیگیری خانواده این دانشجوی بازداشتی، تا روزها هیچ اطلاعاتی از دلایل بازداشت و مکان نگهداری او در دست نبود. بینندگان ارجمند، در این لحظه توجه شما را به پیام‌های بازرگان جلب می‌کنم. سرشناس‌ترین وکیل جامعه ایرانی دکتر کامران یدیدی، تصادفات اتومبیل، موتورسیکلت، صدمات بدنی، حمله حیوانات، زمین خوردگی. در امور تصادفات و صدمات شدید بدنی کادر قدرتمند ما برگ برنده شما بر ضد شرکت‌های بیمه خواهد بود. فقط و فقط یک نام، دکتر کامران یدیدی. 818-999-99-99. معتبر، برا. با ادویه جوجه کباب صدف، تهیه یک جوجه کباب لذیذ و آبدار خیلی ساده است. گوشت جوجه رو بعد از شستن به اندازه های مناسب میبریم، کمی روغن اضافه میکنیم و ادویه جوجه کباب صدف رو روی اون میپاشیم و بعد همراه با سبزیجات دلخواهمون به سیخ میکشیم. خب، آتیش هم که آماده است. حالا جوجه ها رو کباب میکنیم و کمی بعد با لذت نوش جان میکنیم. بله، انتخاب صدف انتخاب بهترین هاست. جواهری پارس با مدیریت مسعود افلاطونی، شنبه ها ساعت 13 به وقت لس آنجلس، 818-377-31، 818-344-5050، از شبکه جهانی تلویزیون پارس. به به، هیچی مثل دوغ بیبلوس نمیشه. یادتونه قدیما میرفتیم لب چشمه، درکه، دربند، چلو کباب سفارش میدادیم، غذا به همون نمیچسبید تا اون دوغ محلی و طبیعی رو مینوشیدیم. الانم تنها دوغی که کاملا به یاد دوغای خونگی خودمون میندازه دوغ بیبلوسه. سالم، کاملا طبیعی، خوشتم، تهیه شده از ماست و شیر بدون هورمون و مواد افزودنی. امتحان کنین، خودتون تایید خواهید کرد که هیچ چیزی مثل دوغ بیبلوس نمیشه. به هیچ وجه نگران فروش خانه، باغ، ویلا و یا دیگر اموال خود در هر نقطه از ایران نباشید. این کار در تخصص وکلای ماست. شماره تماس 818-577-77-59-7، روز هفته 24 ساعته. توجه شما را به ادامه خبرها جلب می کنم. رافائل گروسی، مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، هفته آینده و در آستانه نشست شورای حکام در وین به ایران سفر می‌کند. گروسی آخرین بار در اسفند ماه سال 1401 به ایران سفر کرده بود. شورای حکام به طور معمول 5 بار در سال تشکیل جلسه می‌دهد و ایران بارها در صدر دستور کار این نشست قرار داشته که در مواردی به صدور قطعنامه توبیخی و بیانیه انتقادی منجر شده است. همزمان برخی رسانه‌های جمهوری اسلامی در هفته‌های اخیر گزارش‌هایی درباره احتمال از سرگیری مذاکرات هسته‌ای منتشر کردند. روزنامه شرق گزارش داده بود که ایروانی، نماینده جمهوری اسلامی در سازمان ملل، با طرف آمریکایی رایزنی‌هایی در زمینه مسئله هسته‌ای داشته است. روزنامه انتخاب هم روز سه‌شنبه همزمان با اعلام خبر سفر گروسی به ایران برای شرکت در نخستین کنفرانس بین‌المللی انرژی هسته‌ای در اصفهان، گزارشی در برای احتمال اثرگیری مذاکرات تهران واشنگتن منتشر کرد. در این گزارش به طور روشن به دوراندیشی درباره مکانیزم ماشه اشاره شده است، هرچند طرف آمریکایی این گزارش ها را تایید نکرده است. وزیر خارجه آمریکا که به اسرائیل سفر کرده، روز چهارشنبه 12 اردیبهشت ماه به اسحاق هرزوگ، رئیس جمهوری این کشور، گفت
اکنون زمان برای توافق آتش بس در جنگ غزه فرا رسیده. آنتونی بلینکن گروه افراطی حماس را به دلیل تأخیر در دستیابی به توافق مقصر دانسته است. بلینکن گفت: ما مصمم هستیم آتش بسی که گروگان‌ها را به خانه باز می‌گرداند اکنون به دست آوریم و تنها دلیلی که این آتش بس محقق نمی‌شود حماس است. در حال حاضر هیئتی از سوی این گروه در مصر به سر می‌برد تا در مورد توافقی برای آتش بس احتمالی و آزادی گروگان‌ها با میانجیگری مصر و قطر مذاکره کند. به دنبال انتشار گزارش جدید سازمان عفو بین‌الملل درباره استفاده اسرائیل از تسلیحات آمریکا علیه غیر نظامیان در غزه، ودان پاتل معاون سخنگوی وزارت خارجه آمریکا هشدار داد که اگر اسرائیل در غزه مرتکب نقض قوانین بین‌المللی شده باشد، واشنگتن این کشور را پاسخگو خواهد کرد. پاتل چهارشنبه 12 اردیبهشت ماه در نشست مطبوعاتی وزارت خارجه آمریکا به خبرنگار العربیه گفت: واشنگتن برای بررسی آنچه در غزه اتفاق می‌افتد ابزارهایی در اختیار دارد و در صورت لزوم ناقضان قوانین بین‌المللی را پاسخگو می‌کند. معاون سخنگوی وزارت خارجه آمریکا بر ضرورت تعهد اسرائیل برای پایبندی به قوانین بین‌المللی و بشردوستانه تاکید کرد و گفت: واشنگتن در این زمینه بین شرایط غزه و سایر کشورها تفاوتی در نظر نمی‌گیرد. به اظهار داشت: در صورت اثبات نقض قوانین بین‌المللی، آمریکا نه تنها آن را با دولت اسرائیل مطرح می‌کند، بلکه اقدامات مناسبی را بر اساس ابزارهای موجود انجام خواهد داد. در پی حمله طرفداران اسرائیل به اردوگاه چادری معترضان طرفدار فلسطین در دانشگاه کالیفرنیا لس آنجلس UCLA، نیروهای پلیس وارد این دانشگاه شدند. خبرگزاری رویترز اعلام کرد که پلیس صبح روز چهارشنبه 12 اردیبهشت ماه مجبور به مداخله شد و ویدیوهای منتشر شده که توسط این خبرگزاری تایید شده، افرادی با چوب و شماغ را نشان می‌دهند که به حصارهای چوبی و فلزی موقت نصب شده برای حفاظت از طرفداران فلسطین در محوطه دانشگاه UCLA یورش می‌برند. مدیران این دانشگاه روز سه‌شنبه به معترضان اطلاع داده بودند چادر زدن در محوطه دانشگاه خلاف قوانین است و به گفته رئیس دانشگاه ممنوعیت شامل افراد غیر مرتبط با دانشگاه نیز می شود. تصاویری که در ساعت اولیه چهارشنبه منتشر شد، درگیری میان افراد عمدتاً نقابدار مخالف طرفداران فلسطین را نشان می داد. این افراد سعی می کردند حصارهای چوبی و فلزی نصب شده دور کمپ چادری طرفداران فلسطین را پایین بکشند و حاضران در چادرها با آنها مقابله کردند. اداره پلیس لس آنجلس اعلام کرد که در پاسخ به درخواست دانشگاه UCLA و برای برقراری نظم و امنیت عمومی مداخله کرده است، چون چندین اقدام خشونت‌آمیز در چادرهای محوطه دانشگاه رخ داد. این در حالی است که گزارش‌هایی از دخالت پلیس برای پراکنده کردن معترضان طرفدار فلسطین در دانشگاه‌های دیگر هم منتشر شده است. همدمان با تلاش‌های ایالات متحده در کمک به اوکراین برای مقابله با تهاجم روسیه به این کشور، سنای آمریکا روز سه‌شنبه 11 اردیبهشت ماه لایحه ممنوعیت واردات اورانیوم از روسیه را به اتفاق آرا تصویب کرد. سنای آمریکا این لایحه را بدون هیچ مخالفی تصویب کرد. پیشتر در ماه دسامبر گذشته مجلس نمایندگان این لایحه را تصویب کرده بود. انتظار می‌رود که جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا به زودی لایحه ممنوعیت واردات اورانیوم از روسیه را امضا کند. به گزارش رویترز، اورانیوم وارداتی از روسیه برای تأمین سوخت مورد نیاز نیروگاه‌های برق هسته‌ای در آمریکا استفاده می‌شود. بریتانیا اولین پناهجو را در چارچوب یک طرح بحث برانگیز از خاک خود به کشور رواندا در آفریقا فرستاد. این خبر را رسانه‌های بریتانیا روز سه‌شنبه گزارش کردند و نوشتند که دولت ریشی سوناک نخست وزیر بریتانیا قصد دارد ارسال تعداد بیشتری از پناهجویان به رواندا را از ماه جولای آغاز کند. بنا به گزارش‌ها، ارسال مهاجران غیرقانونی که درخواست پناهندگیشان رد شده به رواندا
در این مورد اول داوطلبانه انجام شده است. مردی که روز دوشنبه بریتانیا را ترک کرد بعد از رد شدن درخواست پناهندگیش در پایان سال گذشته با انتقال خود به رواندا موافقت کرده بود. رسانه ها اعلام کردند که این تبعه آفریقایی با یک پرواز تجاری بریتانیا را ترک کرد و در ازای توافق او برای ترک بریتانیا قرار است که مبلغ 3000 پوند معادل 3750 دلار دریافت کند. خوان ماچان قاضی ناظر بر محاکمه دونالد ترامپ رئیس جمهوری پیشین آمریکا را به دلیل اهانت به دادگاه 9000 دلار جریمه کرد و گفت در صورت ادامه نقض حکم و تهمت زدن ممکن است که حکم زندان او را صادر کند. ماچان در یک دستور کتبی گفت که این جریمه ممکن است برای بازدارندگی تاجر ثروتمندی که تبدیل به سیاست مدار شده کافی نباشد. او در این حال ابراز تأسف کرد که صلاحیت اعمال مجازات بیشتری را ندارد. قاضی ترامپ را برای هر یک از 9 بیانیه آنلاینی که به گفته او دستور دادگاه را برای انتقاد نکردن از شاهدان یا سایر شرکت کنندگان در دادگاه نقض می کند 1000 دلار جریمه کرد. دادستان 10 پست را به عنوان تخلف احتمالی علامت گذاری کرده بود. این پست ها که بین 10 تا 17 منتشر شد شامل یادداشتی بود که مایکل کوهن وکیل سابق دونالد ترامپ را دروغگوی سریالی می خواند. در پست دیگری از ترامپ به نقل از کارشناس فاکس نیوز آمده که فعالان لیبرال مخفی در تلاش بودند تا به صورت مخفیانه وارد هیئت منصفه شوند. ماچان استدلال ترامپ مبنی بر اینکه نمیتوان او را در قبال باز نشر مطالبی که خودش ننوشته مسئول دانست رد کرد. قاضی همچنین روز سه‌شنبه به ترامپ دستور داد این اظهارات را از حساب خود در شبکه اجتماعیش تروث سوشال و وبسایت کمپین خود حذف کند. ترامپ گفت که ماچان حق آزادی بیان را از او گرفته است. او در حساب خود در شبکه اجتماعی تروث نوشت: من تنها کاندیدای ریاست جمهوری در تاریخ هستم که دهانش بسته شده است. کل این محاکمه جعلی است. بینندگان هشمند، بعد از چند پیام بازرگانی با ما باشید. وست ساید مدیکال فارمسی در 11968 ویلچر بولوار در خدمت جامعه ایرانی. داروخانه وست ساید مدیکال به مدیریت دکتر سویل کاتوزی با همکاری تکنسین‌های مجرب و ارائه واکسن‌های روز. تحویل رایگان دارو به منازل شما در همه مناطق به خصوص بیورلی هیلز، ولی، وست الی و سانتا مونیکا. دوشنبه تا جمعه 10 صبح تا 5 بعد از ظهر. تلفن 310-441-1200. داروهای گیاهی دکتر سهراب خوشبین نیز در وست ساید مدیکال فارمسی موجود است. شرکت طلوع عدالت املاک، منوچهر معتمر و همکاران با همیاری وکلای رسمی دادگستری و متخصصین املاک مصادره شده در ایران، دیگر نیاز به خروج از منزل و یا مراجعه به واشنگتن را ندارید. اخذ گذرنامه، تنظیم وکالتنامه فروش در 1 هفته، تنظیم صلح نامه، انحصار وراثت و مالیات بر ارث، تنظیم وکالتنامه‌های کلی و کاری، امور بانکی، صلح عمری، فقط در 1 هفته، دریافت حقوق بازنشستگی، ثبت ازدواج و طلاق ایرانی، اخذ شناسنامه و کارت ملی در اسرع وقت، اخذ مجوز اوفک و نقل و انتقال ارز به آمریکا. شرکت طلوع عدالت املاک. تلفن تماس 949-202-7288 949-202-7288. درست انتخاب کنید. هیدریلا گروپ، وکیل رسمی دادگاه های کالیفرنیا و نوادا. سامان هیدری و همکاران، متخصص و برترین در تصادفات و صدمات شدید بدنی. رایتشر، اوبر، لیفت، تراک و موتورسیکلت با کارنامه درخشان دریافت میلیون ها دلار خسارت از بیمه ها. دفاتر سامان هیدری، هیدری لا گروپ در شهرهای لس آنجلس، ایرواین، ساکرامنتو و لاس وگاس. 818-818-0707 hidarilagroup.com.
خبرها را دنبال میکنیم. مرجان ساتراپی، فیلمساز و کاریکاتوریست ایرانی فرانسوی، برنده جایزه بنیاد شاه دخت آستوریاس برای ارتباطات و علوم انسانی شد. داوران این بنیاد روز سه‌شنبه با بیان اینکه خانم ساتراپی نماد مشارکت مدنی به رهبری زنان است، اعلام کردند که او صدایی لازم برای دفاع از حقوق بشر و آزادی است. این بنیاد در ادامه در مورد خالق کتاب مصور و انیمیشن پرسپولیس اعلام کرد به دلیل جسارت و تولید هنری او یکی از تأثیرگذارترین افراد در گفتگوی بین فرهنگ‌ها و نسل‌ها به شمار می‌رود. اداره مبارزه با مواد مخدر ایالات متحده در صدد طبقه بندی مجدد ماریجوانا به عنوان ماده مصرفی کم خطرتر است. بنا به گزارش ها این تصمیم می تواند مسیر را برای تحقیقات راحت تر علمی بر روی ماریجوانا باز کند. با این وجود مصرف و فروش تفریحی ماریجوانا در آمریکا همچنان غیر قانونی خواهد بود، اما این یک قدم مهم در جهت قانونی شدن بالقوه آن محسوب می شود. در ایالات متحده دسترسی به مواد مخدر توسط قانونی تنظیم می شود که انواع آنها را به 5 دسته تقسیم می کند. تا به حال ماریجوانا در بالاترین رده مواد مخدر غیر قانونی یعنی گروه 1 قرار گرفته که شامل هروئین، اکستازی و الستی نیز می شود. این طبقه بندی حتی بالاتر از کوکائین است. خبرگزاری ها روز سه‌شنبه خبر دادند که ماریجوانا قرار است در آمریکا به گروه 3 مواد مخدر تنزل یابد و بنابراین همرده با استروئیدها یا استامینوفن خواهد شد. بینندگان عزیز، به پایان بخش خبر رسیدیم. سپاسگزارم از شما عزیزان که تا این لحظه با ما همراه بودید و تشکر میکنم از همکارم در اتاق فرمان آقای شهرتی. روزگار خوشی رو براتون آرزو میکنم.